بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعرض السلام وشب خير خدمت همه شما بینندگان عزيز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. امیدوارم که سلامتی و تندرستی همیشه همراهتون باشه و در سایه لطف پروردگار متعال هممون مسیر سعادت و خوشبختی رو بتونیم گامزن باشیم و برش استقامت رو داشته باشیم. و در برنامه پیشین در ارتباط با یکی از نامه‌های پروردگار متعال که بسیار اهمیت خاصی در رفتار اجتماعی ما فهم درست این نام میتونه داشته باشه صحبتهایی رو داشتیم، نام الرزاق، و به همین صورت مطالبی رو که ما گفتیم شاید بی ارتباط با مطالبی که در این برنامه گفته خواهد شد و در این نامی که امشب ما میخواییم بهش بپردازیم مطرح خواهد شد نخواهد بود. ارتباط بسیار نزدیکی هست که وجود داره هم در زمینه بحث تئوری و هم در بحث تطبیقی این نام جدیدی که ما میخواییم باش آشنا بشیم یا با در ارتباط با اون سخن بگیم. نامی که مد نظرمون هست نام الوهاب است. در زبان عربی واژه وهبه که اسمش هبه هست به چیزی گفته میشه یا به عملی گفته میشه که انسان چیزی رو به کسی بده بدون چشم داشتی و بدون هیچ گونه غرضی و به همین صورت بدون هیچ گونه بدلی، نه درش هدف مادی باشه، یعنی نه هم درش هدف، نه درش غرض مادی باشه و نه هم درش بدلی وجود داشته باشه. داشته های ما در زندگی ما همیشه روش تأکید داشتیم و داریم و باید این نکته رو همیشه در ذهن داشته باشیم که داشته های ما منبعی داره. ما معتقد هستیم که منبع این داشته ها پروردگاری هست که میگیم تبارک الذی بیده الملک، مرجع و مستر و منبع همه برکات و خیرات، اون پادشاهی هست، اون پروردگاری هست که مالکیت در اختیار او هست و اون مالک الملک رو ما از جنبه های مختلف اون رو وصف میکنیم بر اساس و اوصاف و صفاتی که خودش آورده یا خودش برامون یاد آور شده در کتابش و از طریق نبیش که کمال مالکیت اون رو میرسونه. یکی از جنبه های مالکیتش حکم بود و به نظم در آوردن جهان بود که گفتیم شریعت در تکمیله یا در تتمه این نعمت نظم در جهان میاد. اتممت علیکم نعمتی، نعمتی هست که ما در جهان داریم 24 ساعت ازش بهره میگیریم، نظمی که در این جهان وجود داره و ضمن این نظم داریم زندگی میکنیم و این تتمه نعمت با شریعت الهی محقق میشه. بخشی از این مالکیت و حاکمیت دخل و تصرف در ملک است. دخل و تصرفی که انسان یا مالک اگر انسان باشه و الله که مالک الملک است، بخش مستقلی داره، بحث مستقلی داره، دخل تصرفی رو با مشیت اراده مستقل بتونه انجام بده. خیلی ها در اختیار دارن ولی قدرت دخل تصرف درشون ضعیف است. نکته سومی که وجود داره در اینه که در دخل تصرف هدف و مقصد میتونه چی باشه.
الله متعال کمال دخل و تصرف در جهان داره و در این دخل و تصرف، در ضمن این دخل و تصرف از جهتی ما اون رو میگیم رزاق، به معنای این که تمام داشته های ما بر حسب خواسته و اراده و قضا و قدر او محقق میشه. مالک الملک هست، دخل و تصرف در ملکش مطلقا خودش داره، کسی در این مالکیت تأثیر گذار نیست. و در این میان نظامی رو که گذاشته، این نظام هم استقلال نداره، به معنای این که بگیم الله متعال جهان رو آفریده، نظامی رو گذاشته و رهاش کرده، این نظام داره خودش میره، مثل یک کارخونه که ماشین رو تولید کرده و این ماشین دیگه در اختیار کسانی دیگه است و اونها دارن اون رو استفاده میکنن. الله متعال آفریدگار هست و نظم هم گذاشته و در این نظام خودش این نظام و این سیستم رو حاکمیت و اداره داره. برگ درختی که جوانه میزنه از یک بخش معینی از درخت، این برگ از جوانه زدن تا افتادنش همش زیر نظر پروردگار متعال است. لا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. از ابتدا تا انتها، رطبش تا یابسش، ترش تا خشکش تا افتادنش، نظامی رو گذاشته که در بدن ما یک سلول به چه صورت ایجاد بشه و چه مراحل رشد رو طی بکنه و چه موقعیتی هم از بین بره. میخواد سلولای هر قسمتی یا هر بخشی از ارگانهای بدنمون باشه، نقش معینی رو ایفا کنه، به چه صورت تولید بشه یا زنده بشه یا آفریده بشه و به همین صورت نقشش رو ایفا کنه و در انتها چه موقعیت معینی سلول دیگه جایگزینش بشه و این از حذف بشه از بین سلولهای اون بخش بدن. زیر نظم و نظامی هست که الله متعال گذاشته، ولی مستقل نیست. باز هم الله متعال هست که هر وقت بخواد همین سلول رو میتونه براش امتداد بیشتری بذاره، کمتری بذاره، در کل اون هست که در این میان حاکمیت مطلق رو داره. وقتی که ما میگیم الله متعال رزاق هست، نه به این معنا هست که ما کلا نقش نداریم در این عمل کرد، نه نظمی گذاشته، نظامی رو گذاشته، و نه به این معنا هست که ما خودمون رو بلا تکلیف بدونیم، یعنی تکلیف و وظیفه رو بر عهده نداشته باشیم. همانطوری که یک سلول نقش داره و تکلیف و یک خط سیر معینی یا یک عمل کرد و نقش تعیین شده براش گذاشته شده، برای ما هم شریعت و قانون الهی به صورت غریزی، به صورت سنت خلقی و به صورت سنت تشریعی برامون یک مسیری رو گذاشته که باید انجام وظیفه کنیم. ولی با وجود اینکه شریعت برامون نظام گذاشته و قانون الهی هم در جهان برامون قانون رو باز هم ما رو در چارچوب یک قانون قرار میده، باز هم فیصله نهایی در نزد الله متعال هست، حکمیت در نزد الله متعال هست، مبدأ این نظام الله هست و نتیجه این نظام هم در اختیار الله متعال است. در نتیجه میگیم الله رزاق هست. سعی و تلاش من و شما میکنیم، از خونه میریم بیرون و سعی و تلاش خودمون رو برای رسیدن به رزق میکنیم، ولی رزاق رو الله میدونیم، چون این نظامی که ما در چارچوب و این نظام داریم فعالیت میکنیم رو اون گذاشته و نتیجه ای که به دست خواهیم آورد رو هم اون فیصله خواهد کرد. در نتیجه الله رزاق هست، ولی رفع مسئولیت نمیشه این که ما فکر کنیم که باید در خونه بشینیم و روزی ما در خونه بیاد. این بحث رزاق بودن الله متعال در همه حیطه هست. الله اگر رزقی در قلب معنوی هم بده، باز هم برای یافتنش ما وظیفه داریم، ولی چارچوب نظامی هست و نتیجه این هم اون الله متعال تعیین میکنه. شاید نظام رو منم رعایت کنم، فرد دیگه هم رعایت کنه، ولی الله متعال برای یک نفر چیزی رو فیصله کنه، برای چیز فرد دیگه چیز دیگه رو
فسيكون يقدر لمن يشاء. این نظامی هست که الله متعال گذاشته، نظام تقدیری که هم در خلقت مقدر حساب شده هست، هم در نتیجه این خلقتی که ما داریم در چارچوب اون یا در ضمن اون سعی و تلاش خودمون رو میکنیم. الان یک مقداری بریم جلوتر در بحث رزاق بودن الله متعال، که ما انجام وظیفه در چارچوب یک نظامی رو میکنیم که الله متعال گذاشته و در این میان هم نظام رو از الله میدونیم، هم نتایج نظام رو از الله میدونیم و الله رو مافوق این نظام میدونیم و بهش میگیم رزاق. یا یک جنبه جدیدی از حاکمیت و سلطه الهی در دخل و تصرف در مالکیت او کس و خواب عطا کننده ای که فراتر از قانون و نظام میده. وظایف در چارچوب نظام متعین شده هست. نظام ما در چارچوب نظام داریم، ما انجام وظیفه میکنیم و الله رزاق است، تعیین کنه وظایفمون هست، نتایج این نظام رو هم اون برامون گذاشته، فیصله نهایی هم در اختیار او هست. اما فراتر از این نظام الله متعال وهاب هست، بخشایشگری هست، ارزانی کننده ای هست که فراتر از این نظام بدون هیچ گونه غرضی یا بدلی برامون نیازهامون رو و خواهشهای ما رو و خواسته های ما رو برآورده میکنه یا اصلا به ما عطا میکنه چیزی رو. در نتیجه رزاق و وهاب اگرچه عملا نتیجه یکی هست، یعنی داشته های ما رو در بر میگیره که مستر همه داشته های ما الله متعال هست، ولی دهنده که الله متعال هست هم رزاق هست هم وهاب هست. اونجا که ما در چارچوب نظام الهی فعالیت میکنیم و نتیجه ای رو میگیریم، الله متعال رزاق هست، یرزق من یشاء به غیر حساب. سعی تلاش خودمون میکنیم ولی الله متعال به غیر حسابی که رو میده، یکی نکی هم در یه حدود معینی رو میده. اونجایی که ما داشته هایی رو داریم ولی فراتر از قانون و نظامی که الله متعال گذاشته به ما رسیده، در اونجا میگیم مستر این داشته ها الله هست، او وهاب هست. اون چی هست؟ وهاب هست. میایم ببینیم که در قرآن کریم این صفت یا این نام مبارک در چه مواردی اومده، به صورت اسمی و فعلی، و چگونه میشه مفاهیمی که ذکر کردیم رو در سایه این آیات بهتر ببینیم. در قرآن کریم آیات رو میتونید در صفحه لپتاپ ببینید. در قرآن کریم سه مورد ما اسم وهاب رو داریم. آیات رو میتونید در صفحه ببینید، صفحه تلویزیون ببینید. آیه اول آیه سوره آل عمران هست، آیه هشتم هست که میگه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. تو فرمون اگر میشه صفحه لپتاپ رو بدید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. این آیه دقت کنید، در سوره آل عمران اومده و ما قبل این آیه یاد آورنده این هست که الله متعال نازل کننده قرآن هست. هو الذي انزل عليك الكتاب، برمیگردیم به متن تا
بهتر برامون موضوع روشن بشه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كي نظام الشريعات رو وكتاب رو براتون فرستاد أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، در ضمن این کتاب آیات محکمی هست که در واقع ام الكتاب اصل کتاب اینا هستن که خط سیر شما رو تعیین میکنن. و اما آیات دیگری هست که متشابهات هست که حکمتی داره، بر هر الله متعال با حکمت با هدف گذاشته که بحثش مستقل هست تا اینکه چی بشه. فاما الذين في قلوبهم زيغ، تا اینکه افراد مریض دل کسانی که در قلبشون انحراف هست روشن بشه، اینها اتباع کنن اون چیزی که در اون متشابه هست، بتونن به یعنی از طریق تمسک به این آیاتی که مورد سوء استفاده میتونه قرار بگیره در اون مسیر قرار بگیرن و در واقع زیغ یا انحراف قلبی اونها روشن بشه. این افراد چیکار میکنن؟ فی قلوب افرادی که در دلاشون بیماری هست، اتتبعون ما تشابه منه، در پی اون چه که متشابه هست، یعنی امکان یعنی تحمیل معنای غیر بر اون وجود داره رو به اون رو میارن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله، هدفشون ایجاد فتنه هست، بلبله هست، آشوب هست، آشوب فکری هست، شبه انداختن هست و به همین صورت هدفشون اینه که برسونن تاویل کنن به اون سمتی که خودشون میخوان، معنایی که خودشون میخوان رو بار قرآن کنن. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتأويله شنو ميدونه مگر الله متعال. اینجا واو عطفی که اینجا اومده هم میشونه واو عطف باشه و هم استئناف باشه. اگر عطف باشه یعنی اینکه الله میدونه و راسخون في العلم میدونن، و اون اگر هم که استئناف باشه اینه که راسخون في العلم میگن که آمنا به، ما ایمان آوردیم، کل من عند ربنا، تمام این آیات از جانب پروردگارمون هست و ما یذکر الا اولو الالباب، در واقع افرادی که صاحب خرد هستن یاد آور میشن این حقیقت رو. در ادامه دعا یا نیایشی که از اولو الالباب نقل میکنه یا افرادی که ذو علم هستن راسخ فی العلم هستن نقل میکنه، بعد از این میگن آمنا کل من عند ربنا، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا قلبهای ما رو منحرف نکن، یعنی ما رو از جمله افرادی که در معرض این آزمایش زیغ قلوب قرار میگیرن نده، ما رو از جمله اونها قرار نده. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، و از جانب خودت به ما رحمتی رو عطا کن، انک انت الوهاب، به درستی که تو هستی وهاب، بسیار بخشایش کرد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. این بحث همون رسوخ فی العلمی است که آخرت جویی درشون غالب هست و این آخرت جویی هست که اینها رو نگه میداره بر در چارچوب آیات محکمی که وظائف رو تعیین کن هست. تشکر از این. بله ممنون اتاق فرمان. در این آیه نیایش رو میبینیم که انسان در مواردی که احساس میکنه توان و قدرتش در اخذ اسباب در یک محدودیت معین قرار داره، اینجا چاره ای نداره مگر اینکه فراتر از اسباب خالق اسبابی متوسل بشه که در واقع وهاب هست. پروردگارا از جانب خودت ما رحمتی رو عطا کن.
من و شما سعی تلاش خودمون رو باید بکنیم برای رسیدن به حقیقت، ولی در عین حال که من و شما سعی تلاش خودمون رو میکنیم، توان و قدرت ادراک محدودی رو در اختیار داریم. فراتر از این قدرت ادراکی که ما داریم و توان و قدرتی که در اختیارمون هست، الله متعال وهاب است. در نتیجه باید تلاش بکنیم برای حقیقت، رسیدن به حقیقت. باید سعی خودمون رو داشته باشیم برای اینکه در معرض انحراف فکری و فعلی قرار نگیریم. ولی در عین حال که تلاش میکنیم، مراقبت ما و احتیاط لازم رو میکنیم به آیات محکمی که مکرر، واضح، روشن، صریح اصول و مبانی اعتقادی دینی رو مطرح میکنه، به اونها اهمیت میدیم و روی اونها توقف میکنیم و خودمون رو با آیاتی که میتونه موضع اختلاف یا موضع تشابه باشه در حمل معانی متعدد، در اون آیات توقف زیاد و کنجکاوی بیش از لزوم نمی کنیم، در این حال این دعا را می کنیم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک الرحمه انک انت الوهاب. فراتر از قدرتمون، فهممون، ادراکمون، قدرت الهی پروردگار متعال هست که مالک الملک هست در مسیر و هدایت عطا کردن به بندگان خودش. نکته دومی که در اینجا حائز اهمیت هست اینه که ارتباط وهاب با رحمت بسیار ارتباط مستقیمی هست. یعنی یکی دیگر از ابعاد معنوی وهاب مرتبط میشه با رحمان یا رحیم، که وهاب بودنش یعنی معنای رحمت الهی رو در بر داره و از جهتی دیگه فراتر بودن از نظام آفرینش رو، یعنی داشته هایی که منشه اون رحمت الهی هست و وجود اون داشته ها فراتر از نظامی هست که ما در چارچوب اون نظام داریم زندگی میکنیم و مسئولیت داریم. پس شد در واقع دو بعد معنوی برامون در این میان روشن شد: اول اینکه منشأ وهاب بودن پروردگار متعال یا مفهوم وهاب بودن پروردگار متعال یکی از مصادیق رحمت او هست در داشته هامون، و دوم داشته هایی رو در بر میگیره که فراتر از نظامی هست که ما در چارچوب این نظام انجام وظیفه میکنیم. دو مورد دیگری که در قرآن کریم صفت وهاب اومده، هر دو مورد در سوره صاد هست. هر دو مورد در سوره صاد هست که باز هم اینجا هم جالب هست. اگر صفحه لپتاپ رو دوست عزیز بذارن روی، بله، دقت کنید، اینجا هم دقیقا همون مطالبی که ذکر شد با دوباره به چشم میخوره و اون این هست که در سوره صاد مخالفت اهل شرک رو با دعوت انبیا یادآور میشه که میگن، اعتراض میکنن، میگه اجعل الالهه اله آخر اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. آیا الالهه رو، معبودهای مختلفی رو که داریم ما پرستش میکنیم رو یک معبود تلقی میکنه، یعنی یکی اینها رو میگه باید باشه، این چیز عجیبی هست. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. افراد طبقه حاکم از اشراف جامعه رو آوردن و گفتن که صبر کنید و بمونید بر فکر خودتون، بر عبودیت
اله خدایان مختلفی که دارین میکنید بر همون اعتقادات خودتون پایبند بمونید. این تفکری هست که در پی اون هدف و غرضی رو دنبال میشه. این هذا لشیء یراد، این هدفی میخواد، اینا قصد و غرض خاصی دارن. اتهاماتی که عموما وارد میشه بر هر انسان موحد و بر هر دعوتگری، ما سمعنا بهذا فی المله الاخره انها ان هذا الا اختلاق، الا اختلاق. ما در هیچ قومی دیگری در پیش از این افکار و اندیشار نشنیدیم، چیز جدید و بی حیثیتی هست. این هذا الا اختلاق، این ساختگی هست، غیر از یک چیز ساخته چیز دیگه یعنی نمیتونه باشه. بعد در ادامه میگه سوالی که انجام میدن، میگن اونزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. میگن که آیا ذکر یا قرآن بر این در بین ما نازل شد؟ یعنی کسی دیگه نبود؟ بس غرورشون هست. الان بحث تکبر و خودخواهی هست که چرا بر اون نازل شد، بر ما کسی دیگه نازل نشد، بزرگان قوم. بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا العذاب، اذوقوا عذاب. بلکه اونها در واقع مفهوم و معنایی که براشون آورده، دعوتی که آورده، ذکری که آورده، درش تردید دارن و عذاب الهی رو هنوز نششیدن تا اینکه حقیقت عملکرد خودشون رو دریابن. در جواب ادامه این جوابی که قرآن کریم در مقابل اعتراض یا در مقابل عناد مشرکین داره جواب میده، که میگه انزل ذکر، میگن انزل ذکر علیه ذکر من بیننا، آیا بر قرآن بر اون نازل شد در بین ما؟ جواب میده، میگه ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب، یا اینکه خزائن رحمت پروردگار عزیز وهاب در اختیارشون هست. ام لهم ملک السماوات والارض، گفتیم که مالکیت جهان در اختیار او هست و به همین صورت در این ضمن این مالکیتی در اختیار او هست دخل ظرف مطلق هم او داره. ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، یا اینکه دارن و در این نتیجه اگر ملکیتی در آسمان و زمین و در بین آسمان و زمین دارن، اسباب و وسایلش رو دنبال بکنند. بله، در اینجا دقت کنید، آیه نو ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب. در اینجا صفت وهاب یک نکته هست که با صفت عزیز اومده و دوم مرتبط با باز هم رحمت پروردگار هست و خزائن پروردگار متعال هست که برمیگرده به ملک فراگیر او بر جهان آفرینش. بله، تشکر. اونون با توجه به این آیه هم باز ما همون دو مطلب رو مشاهده میکنیم که منشأ وهاب بودن پروردگار متعال همون رحمت یا رحیم بودن یا رحمان بودن الله متعال هست که هیچ غرض و هیچ هدفی شخصی یا مصلحتی رو دنبال نمیکنه و از جهتی دیگه فراتر از نظامی هست و قانونی هست که ما در واقع برامون در ضمن اون داریم تعیین تکلیف کنیم. الله متعال افراد معینی رو انتخاب بکنه، خودش مالک الملک هست، خودش مشیتش مطلق هست در هر زمینه ای. در نتیجه پرسیدن و سوال کردن در این باب که چرا قرآن بر این فردی که هیچ موقعیت اجتماعی به معنای یا به معیارهای روز نداشت در ارتباط با مال و سلطه و حاکمیت و اونچه که عموما امروزه زمینه های حکومتداری رو فراهم میکنه، چطوری بر اون نازل شد این قرآن؟ میگه این خزائن الهی در اختیار خودش هست و او هست که فراتر از همه اسباب رحمت خودش رو میده. ما میدونیم که در چارچوب اسباب توان و قدرت انسان اعمال میشه و نتایج معینی رو به دست میاریم. الله متعال وقتی که نبی خودش رو انتخاب میکنه، در اینجا سببی وجود نداره، نبی که انتخاب میکنه فردی هست ناخوان، یعنی هیچ گونه موقعیت رشد
علمی رو نداشته و به همین صورت در محیطی هم که هست باز هم محیطی هست که ما قوم امی یا ناخوانی هستیم که افرادی که از بهره ای داشتن از خواندن و نوشتن معدود بودن و در این حال کتب آسمانی هم در اختیارشون وجود نداشت. یک سری میراث فرهنگی نسل به نسل گرفته بودن از گذشتگان که اونها هم همشون آلوده به شرک بود و به ندرت افرادی بودن که به عنوان حنفا شناخته می شدن و عزلت داشتن از شرکی که اینا انجام می دادن ولی شریعتی براشون وجود نداشت. الله متعال در بین این چنین جامعه‌ای که از پایین ترین سطح علمی و فرهنگی برخوردار هست نبی رو انتخاب میکنه که بزرگترین تمدن بشری رو در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری پایه‌ریزی میکنه. حتی در بحث بهداشت، حتی در بحث محیط زیست، حتی در بحث قضاوت عدالت، حتی در بحث اقتصاد و به همین صورت مدیریت مالی. خب فراتر از اسباب هست، الله متعال خزائن دست او هست و عزیز و وهاب هست. آمدن صفت عزیز با وهاب در اینجا باز هم تناسب بسیار زیبایی رو داره و اون این هست که الله متعال غالب است، غالبی که مشیتش اون چی که میخواد رو بدون اسباب، نیاز به اسباب نداره، خودش خالق اسباب هست، هر چی رو که بخواد برخواستش غالب است. وهاب بخشنده ای هست که هیچ گونه مانعی در مقابل بخشندگیش وجود نداره، عزیز هست و غالب بودن الله متعال در واقع که یکی از مهمترین محوری ترین معنای عزیز در واقع همون غالب بودن هست. غالب بودن در اراده هست، در خواسته هست، در نفوذ نظامی هست که بر جهان باید داشته باشه و هیچ گونه معنی برای این امر وجود نداره. عزیز الوهاب یعنی بخشنده ای هست که هیچ گونه معنی در جلوی بخشندگیش نمیتونه ایجاد بشه و هیچ گونه عجز و ناتوانی هم بر او عارض نمیشه. نکته مورد سومی که باز هم گفتیم در همین سوره صاد اومده از زبان سلیمان هست که دعا میکنه قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوهاب. پروردگارا بیامرز منو، کوتاهی کردم، اعتراف به ضعف و ناتوانی در شخصی هست ولی اعتقاد و ایمانی هست بر اینکه الله متعال عزیز وهاب هست، بخشنده هست، فراتر از همه اون چه که ما در ضمن اسباب و مسببات امکانات داریم. میگه حبلی ملکن، به من یک حاکمیتی رو عطا کن، لا ينبغي لأحد من بعدي، هیچ احدی بعد از من شایستگی اون رو نداشته باشه. انك انت الوهاب، تو هستی بخشنده، وهاب تو هستی. میدونیم قصه سلیمان، سخرنا له الريح، میدونی دیگه شیاطین و کل پرندگان با حتی سخن گفتنش با مورچه، اینا همشون در قرآن مفصل برامون نمونه هاش اومده و حکومت سلیمان هم که در تاریخ ثبت شده است. قدرتی که الله متعال به این مخلوق مرتبط با خودش داد، با این بنده نیک الله متعال ارزانی کرد، قدرتی بود فرا تر از نظامی که انسان میتونه در چارچوب نظام اختیار داشته باشه. الله متعال اختیار به خیلی ها داده و در ضمن اختیاری هم که داده خب خیلی ها نیک بودن. خلفای راشدین جز نیکوترین حکام زمین شناخته میشن ولی
فراتر از نظام آفرینش در اختیارشون قدرت و توانی وجود نداشت. در ضمن این نظام آفرینش الله متعال بهشون موقعیت داد و و اونها هم وظیفه خودشون رو در ضمن این نظام انجام دادن. چی میخواد در بحث دفاع از مظلوم باشه، چی میخواد در بحث اجرای عدالت باشه، چی میخواد در بحث اجرای نظم اجتماعی باشه و چی میخواد در اجرای قانون الهی باشه. نظم اجتماعی، قانون الهی، عدالت، همه اینها به هر حال در چارچوب اقتداری هست که انسان حاکم در دست داره. اما اون چی که سلیمان داشت فراتر از همه اینها بود، حکومت بر جن و انس هم جزو تنها یکی از سه نوع حکومتی بود که کل ابرقدرت جهان به شما رو میمادن. یعنی در تاریخ سه حکومت یاد میشه که اینها حکومت متمرکز بر کره زمین داشتن. یکی از اینها حضرت سلیمان است و به همین صورت دومی رو ذوالقرنین یاد میکنن که در تفسیر و تطبیقش خوب هنوز نتونسته علما به نقطه علمی دقیقی برسن که جزو غیبیاتی از قرآن کریم برامون اطلاع داده و ما هم ایمان داریم و جزو اسرار قرآن کریم میدونیم و جزو علومی در تاریخ میدونیم که قرآن ما اطلاع داده و اگرچه ما هنوز نتونستیم مصادیق دقیق عینیشو پیدا کنیم. به هر حال این هم نکته مورد سومی هست که الله متعال در قرآن برامون بحث وهاب بودن خودش رو یا این صفت رو برامون یادآور میشه که هر سه مورد فراتر بودن داشته ها از نظام خلقت رو برامون در بر داره. یعنی الله متعال دهنده عطا کننده داشته هامون هست، بالخصوص اون چی که فراتر از این نظام آفرینش وجود داره. خب وقتی بحث خبر هست، خب بحث ایمان هست که الله متعال به سلیمان این امکانات رو داد، الله متعال به نبی خودش محمد صلی الله علیه و سلم این امکانات رو داد و خواب هست در شرایطی که هیچ زمینه ای برای وصول به این مقام یا به این موقعیت فکری، اجتماعی، سیاسی و علمی و فرهنگی رسیدن محال بود. الان برای ما این موضوع چه پیامی رو میتونه داشته باشه و وهاب بودن پروردگار متعال برای ما چه اهمیتی رو داره؟ این نکته هست که باز در ادامه مطلب میخوایم ضمن آیات قرآن کریم باز بهش بپردازیم. آیاتی در قرآن کریم فعل وهبه رو میارد که به الله متعال نسبت داده میشه. همین صفت به طور فعلی به الله متعال نسبت داده میشه. به صورت فعلی هم فعل ماضی هست وهبه و هبنا و هم به صورت مضارع هست یهبو و هم به صورت دعایی هست حب لنا من لدنک رحمه، که این سوره دعایی ما در سوره آل عمران بهش اشاره کردیم. اما به صورت خبری که فعل ماضی یا مضارع هست در قرآن کریم موارد 14 مورد اومده که همه اینها برامون پیام مشترکی دارن و اون این هست که هر موقع که تمام درهای اسباب رو بسته ببینیم اونجا باید بدونیم که الله متعال وهاب هست و این اعتقادمون به طور یقین باید در عمل کردمون و در امیدی که در ما ایجاد میشه نقش داشته باشه. در سعی و تلاش روزمره خودمون بگیم الله متعال رزاق هست، یعنی من
عملی رو که انجام میدم در هر زمینه ای، چی میخواد رسیدن به داشت به چیزی هدف مادی باشه و چی میخواد هدف معنوی باشه، میگیم الله متعال رزاق است. چارچوب قانون اون رو رعایت میکنم، چه قانون شرعی تشریعی باشه و چه قانون تکوینی باشه، و میگم الله رو رزاق میدونم و خودم رو در واقع یک مکلف میدونم که دارم انجام وظیفه میکنم، یه مکلفی که دارم انجام وظیفه میکنم. اما اونگاه که فراتر از نظام اسباب و قانون خلقت چیزی رو میخوام یا احساس نیازی به چیزی میکنم، اونجا باز الله متعال رو وهاب میدونم. دستم بسته است ولی الله متعال وهاب است. ناتوان هستم، الله متعال وهاب است. ضعیف هستم، الله متعال وهاب است. تو تمام دروازه های اسباب وجود نداریم، بسته است، بازم الله متعال وهاب است. نمونه از آیات رو باز ببینیم، جالب هست که آیه اولین آیه که دوست دارم بهش اشاره داشته باشم آیه 39 سوره ابراهیم هست که از ابراهیم میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. الله متعال در وصف ابراهیم میگه که الحمدلله سپاس پروردگاری است که به من در موقعیت بزرگسالی اسماعیل و اسحاق رو داد. پروردگار من سمیع دعا هست. قصه ابراهیم و خانومش و وارد شدن فرشتگان بر اونو در سوره زاریات، خب شاید خیلی ها بدونن که بشارت داد به فرزندی در موقعی که زنش نازاست، خودش هم میگه من بزرگسالی هستم که توان این جاب رو در خودم نمیبینم، ولی الله متعال فرشتگان میان بشارتش میدن و این هم باز جزء هبه هایی هست که الله متعال و بندگان نیک خودش میده. جالب اینجاست در سوره مریم که بعد از این آیه مشاهده میکنید، برامون سبب این گونه رحمت های پروردگار رو که فراتر از نظام خلقت برای بندگانش ارزانی میشه رو برامون ذکر میکنه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. میدونی که یعقوب فرزند اسحاق بود، ولی خب در مهم اینجاست که فیصله الهی از ابتدا شد که این سلسله با ادامه پیدا بکنه. ولی علتش چی است؟ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، اونگاه که اعتزال کرد، دوری کرد، کناره گرفت از اون چی که اونها به غیر از الله میپرستیدن، وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بهش ما اسحاق و یعقوب رو در پی اون دادیم و هر کدوم از اینها رو بهش نبی مقرر کردیم. اعتزال یا دوری گرفتن از شرک که در واقع خیلی ها مصالح خودشون رو در شرک میبینن، و ولی اعتزال کردن عموماً فداکاری و جانفشانی میخواد، در هر جامعه این وجود داره. هر انسانی که بخواد پایبند به اصول فکری و اعتقادی و توحیدی در جامعه‌ای که شرک بر اون غالب هست بمونه، در کل باید قربانی بده. در نتیجه این قربانی دادن هست که زمینه‌های وهب یا موهبه الهی رو فراتر از قانون و مقررات کونی برامون فراهم. به همین صورت ما نمونه های مختلف دیگری هم مشاهده میکنید داریم که باز هم فعل وهبه میاد
که نمونه اینجا بحث حضرت بازم ابراهیم هست و دنباله این رحمت هست. وواهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. دقت کنید در این آیه وهبنا دو بار میاد، چون در واقع دو تا موهبه الهی هست، یک موهبه فرزند، دوم نوه هست و به دنباله اون سلسله ای هست که نام اونها رو بلند در ضمن افرادی که مورد رحمت پروردگار مطهر قرار گرفتن قرار میگیره که تا آخرین نبی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشن همه اینها از سلسله ابراهیمی یا از یک نسل واحد نشأت میگیرند. دقت آیه بعد که باز 53 هست، همون دنباله آیه 50 سوره مریم هست، دوباره میاد و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. این هم یک موهبه الهی هست، برادرش هارون، هم خودش هم برادرش، نه در خودش اون امکاناتی که انسان در ارتباط با بر عهده گرفتن مقامی که بتونه با یک حاکمیت ستمگر مستبد روبرو بشه داشت و نه هم هارون برادرش، ولی هر دوی اینها رو الله متعال از رحمت خودش مقام نبوت رو عطا کرد و در این ضمن مقام نبوت اونها رو غالب کرد بر دشمنشون که فرعون بود و کلن امکاناتی که فرعون در اختیار داشت. اسحاق و یعقوب به عنوان وهبنا بازم در سوره انبیا میاد، ولی برای اینکه مطلب باز هم تأکید بر موضوعی که شد گفتیم شده باشه، مورد هشتم رو دقت کنید که دعایی هست که حضرت زکریا میکنه که الله متعال براش اجابت میکنه و وهبنا له یحیی و اصلح لانه زوجه. همسری که نازا بود رو الله متعال بهش صلاحیت فرزند آوردن رو عطا میکنه و به اون فرزند میده. باز هم اسبابش رو میگه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. این نکته ای هست که ما نیاز داریم که در ارتباط با این صفت الهی که وهاب بودن هست به خوبی توقف کنیم و روش تأمل داشته باشیم. ممنون ساق فرمان. بله، گفتیم که فراتر از نظام، فراتر از امکانات، فراتر از مقدرات و توانایی ها اون چیزی است که انسان بهش میگه یأس، بهش میگه ناامیدی، بهش میگه عجز و ناتوانی و بهش میگه توقف از فعالیت و عمل. ولی انسان مؤمن که معتقد است که الله متعال وهاب هست، هم رحمتش فراگیر هست و هم قدرتش عزیز و غالب هست، عزیز وهاب هست، در هیچ زمینه ای، در هیچ موقعیتی جای یأس، ناامیدی در انسان مؤمن نباید در وصول به هدفی که در واقع اون رو مشروع میدونه، نه نامشروع هست، احساس بکنه. شاید بحث تأخیر وجود داشته باشه، حکمت الهی هست. شاید
طبق خواست انسان به مطلوب خودش در حد معین در وقت معین نرسه، چون حکیم الله هست. ولی اعتقادی که انسان اساساً باید در هر موقعیتی داشته باشه این هست که هیچگاه در چارچوب اسباب به یأس منتهی نشه. وقتی در چارچوب اسباب انجام وظیفه کرد، در چارچوب اسباب نتیجه اسباب رو از الله متعال بخواد و بدونه، و فراتر از اسباب هم حاکمیت الله رو بدونه که اون وهاب است. این نکته خیلی اهمیت به سزایی داره که هر انسانی در هر موقعیتی که قرار داره این حس بهش دست بده. شاید نمونه‌های زیادی رو شما در زندگی تجربه کرده باشید، افرادی رو تجربه خودشون گفتن که فرد با وجود اینکه آنچنان باور دینی درستی قبلا نداشته، ولی در یک موقعیت معینی قرار گرفته و واقعا متمسک و متوسل خالص به الله متعال شده که اون هست همه کاره. مواردی هست که جامعه پزشکی عجز خودش رو ظاهر کرده و جواب داده ولی مریض خوب شده. اینجا معجزه فرد معینی نیست که فکر کنین آقای فلانی دعا خوند یا نمیدونم تعویذی راش نوشت یا از این نمونای مختلفی که در بعضی از کلیپ ها میبینید که بنوان انرژی درمانی و از این نمونه ها ذکر میکنن. اصلا ارتباط به هیچ پدیده خارجی و سببی نداره. اون چیزی وجود داره ارتباطی از بین فرد و خالق، ارتباطی از بین مخلوق و بین خالق، یک نوع تعاملی هست که مخلوق میکنه و الله متعال، و الله متعال هم مطابق با اون تعامل جواب رو میده. و این قابل تعبیر هم نیست، قابل تفسیر هم نیست. شما شاید یک فرد رو ببینید در داخل کلیپ که آقای معینی دست رو سرش میداره و این فرد مثلا نابیناست و بینا میشه، شاید درست باشه. ما ظاهر این قضیه رو میبینیم، دست این فرد رو سر فرد دوم قرار گرفت و این آقا هم مثلا بینایی خودش رو به دست آورد. نمونه‌ای هست، هیچ ربطی این دو نفر به هم ندارن، رابطه این فرد این هم مخفی هست، رابطه این فرد معین است با خدا که اون کلا هیچ قابل دیدن و قابل رؤیت نیست. الله متعال هست. شاید هم این آزمایش باشه که انسان ها چقدر به حاکمیت و اراده و به همین صورت سلطه الهی اعتقاد دارم. و گاهی هم نمونه سلقین هست، ولی مهم اینجاست که فراتر از این قانون، قانون گذار هست و اون خالق هستی هست. و این اعتقاد رو داشتن مفتاح و کلید بسیاری از مشکلاتی هست که ما باش دست بجنم. خیلی از دروازه هایی که بسته هست با این گشوده خواهد شد برای خیلی ها. اینا چیزی است که با تجربه کرد، چیزی نیست که من بگم و شما بشنوید. این اموری هست که فردمون اگر داخلش قرار بگیریم، در اون موقعیت قرار بگیریم و فکر کنیم محقق میشه. شما فکر میکنید که اون چیزی که برای حضرت موسی اتفاق افتاد، اون چیزی که برای حضرت موسی اتفاق افتاد که به سمت یک دریا دارن میرن، به سمت یک آبی میرن یا رودخانه میرن که طبیعی هست، خب آب هست، آب، آبم عمیق، یک لشکری هم داره میره، یعنی مثل یک لشکر، نه یک فرد، نه دو، نه پنج، هیچ وسیله ابزاری هم وجود نداره، نه کشتی هست، نه امکانات دیگری هست، پشترشون هم یک ارتش تا دندان مجهز کامل فرعون پیگیرشون هست. خب طبیعی هست که در طبق اسباب دارن میگن اصحاب موسی اینا لمدرکون، ولی موسی میگه انما یا ربی سیهدین،
پروردگار من رو من گفته منم دارم میرم، اون راه رو برام باز میکنه. اسبابش هم نمیدونم، نمیتونه بگه که من این میشه، ولی الله در اون لحظه اونجا میرسه میگه با عصای خودت به دریا یا به آب بزن. این تجربه رو قبلا نکرده بود حضرت موسی، این عصا رو در موقعیت های مختلف استفاده کرده بود و با امر الهی و نتیجه خاصی رو داده بود، نه اینکه هر موقعیتی میتونست با این عصا هر کاری رو بخواد بکنه. اگر این کار رو میتونست بکنه که میشد یک آدم شعبدواز یا یک انسان ساحر و جادوگر، چون نبی بود. نبی این معنا که در موقعیت معینی که الله متعال بهش میگفت که این عصا رو باش این کار رو بکن، این نتیجه رو میده، کار رو میکردن نتیجه رو میگیره. ولی در هر موقعیتی که بخواد، خواسته به خواسته خودش نبود که میتونید عصای خودش استفاده بکنه، بلکه امر الهی بود، مأمور بود به اذن الهی، یعنی که نمیتونه کاری بکنه مگر با امر الهی. و جالب اینجاست که اون چیزی که به عنوان اذن هست، دخل و تصرف رو به انسان واگذاری دخل و تصرف رو نمیرسونه، بیانگر مطلق حاکمیت الله رو میرسونه که این فرد به خودش این گونه استقلالی از خودش نداره، مطلقا زیر امر و نهی الهی هست. در اینجا هم همون الله متعال بهش امر کرد با همون عصایی که من بهت گفتم که جلوی ساحرین بنداز و جوابشون رو بده، الان هم این رو بزن به دریا را باز میشه و شد. مهم اینجاست که این داستان ها، اینها نه خرافه است نه اساطیر هست، اینا ایمان داریم به اینها، ولی پیامی که برامون داره فقط اثباتگر معجزه یا مقام نبوت موسی علیه السلام نیست، برامون مهم پیامی داره و اون این هست که فراتر از این اسباب، صاحب این اسباب مالک الملک هست و ما از الله متعال در هر موقعیتی که هستیم به اون ایمان داریم و هیچگاه فکر نمی کنیم در چارچوب اسباب محدود هستیم و در اخذ کردن رحمت الهی در چارچوب اسباب فعالیت میکنیم، مسئولیت داریم، ولی فراتر از اسباب الله متعال به ما عطا میکنه. لله ملک السماوات والارض، آیه 49 سوره شورا هست و با توجه به اینکه وقت نیست که آیه رو مفصل بهش بپردازیم، فقط آیه 49 و 50 سوره شورا رو خودتون میتونید نگاهی بندازیم. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله متعال مالك آسمان ها و زمین هست، هر چی رو بخواد میآفرینه، هر کسی رو بخواد دختر میده، هر کسی رو بخواد پسر میده، یا بعضی ها رو دختر و پسر میده، به بعضی ها رو اصلا عقیم خلق میکنه. علیم و قدیر هست، مالکیت مالک الملک هست، هر چی که بخواد ایجاد میکنه و به هر کسی که بخواد میده. در نتیجه ما داشته های خودمون رو از الله متعال میدونیم و خواسته های خودمون رو از الله متعال میخوایم. برای رسیدن به داشته های خودمون، برای رسیدن به خواسته های خودمون در چارچوب نظام اسباب و مسببات سعی و تلاش میکنیم، فراتر از اسباب و مسببات الله متعال رو وهاب میدونیم و از الله متعال میخواهیم و بهترین خواسته هم رحمت او در زمینه هدایت است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انك انت الوهاب. الله متعال تا برنامه دیگه یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.